سلام میکنم به همه بینندگان عزیز کلیسای آنلاین حیات نو و همچنین دانشیان عزیز کالج حیات نو سپر هستم و با سری برنامه دیگه از سری دروس بررسی عهد جدید در خدمت شما عزیزان هستم امروز اگر اشتباه نکنم جلسه ششممون هست و با درس دیگه با هم دیگه خواهیم بود و از کلام خدا خواهیم شنید و با هم پیش خواهیم رفت خیلی خوشحال هستیم که عزیزان دانشجو کالج با جدیت دارن دروس رو دنبال میکنن جدیت شما به ما قوت قلب میده حقیقتا دعاهای شما ما رو داره کمک میکنه که در خدمتمون برای شما عزیزان مصممتر باشیم ممنونم از شما و خدا به همتون برکت بده اما میخوایم وارد درسمون بشیم عزیزان اگر خاطرتون باشه در اعمال رسولان و لغا بودیم و راجع به مسائلی که صحبت کردیم من میخوام یک صحبت کوتاهی داشته باشم یک یادآوری باشه این جلسه جلسه قبلی راجع به دو تا نظریه صحبت کردیم که چرا لغا داره دو تا اثرش رو تقدیم میکنه به شخصی به نام آلی جناب توفیلوس که نظریه اول و دوم رو بهتون گفتیم نظریه دوم وکیل مدافع پولس رسول بود بعد وارد انجیل لغا شدیم تحکیت گفتیم خصوصیات ویژهش رو گفتیم که لغات یک خصوصیات ویژه ای داره انجیلش نگارش زیباش بود سبک ادبیش بود توجه لغا به کودکان زنان و فقرا بود و کار رول که خیلی تاکید خاص داشت روی <coughs> کار رول غدوس. و همچنین قسمت های منحصر به فردش رو گفتیم مسائل ها و رویدادهایی که منحصر به فرد بودن بعد وارد اعمال رسولان شدیم در بخش ساختار و طرح کلی اعمال رسولان بودیم عزیزان که گفتیم ساختار و طرح کلی اعمال رسولان سه نظریه راجبش وجود داره دو بخش، سه بخش و شش بخش من بلندشم باید پای تخته باشم توی نظریه شش بخش بودیم اگر خاطرتون باشه گفتیم نظریه دو بخش نظریه ای بود که در واقع حول دو تا رسول اصلی میگشت پتروس و پولس نظریه سه بخش هم بررسی کردیم و توی نظریه شش بخش بودیم من اینجا دارم براتون این رو عزیزان بله نظریه شش بخش سه تا بخش اولش رو بررسی کردیم که گفتیم آیات یک شش تا هفت آی... باب یک تا باب شش آیه هفت آ... کلام آ... و مجده انجیل رسید به یهودیان اورشلیم بعد بخش دوم از باب شش شروع میشه تا باب نو آیه سی و یک که هلنیستیان و سامریان رو در بر گرفت بخش سوم باب 9 تا باب 12 آیه 24 غیر یهودیان و انتاکیه و میخوایم بخش چهارم رو به شما بگیم من این ور باشم که شما عزیزان راحت باشین بخش چهارم از باب دوازده شروع میشد آیه بیست و پنج تا باب شونزده آیه 5 که کلام رسید به آسیای کوچک بخش پنجم از باب 16 ببخشید از باب 16 آیه 6 تا باب 19 آیه 20 که مجد انجیل به اروپا رسید و بخش ششم که از باب 19 آیه 21 تا باب 28 آیه سی و یک که مجده انجیل رسید به روم این نظریه شش بخشی بود که میخواستیم به شما عزیزان بگیم سه بخش رو در جلسه قبل گفتیم و سه بخش بعدی که توی این باپا به آسیای کوچیک پیغام انجیل رسید باپای بعدی به اروپا رسید و در این باپا داره لغات طریق رسیدن و انتشار انجیل پیغام انجیل به روم رو به ما میگه این نظریه سوم ما بود عزیزان این نظریه سوم بود که نظریه شش بخش بود که گفتیم بر, بر اساس رشد و توسعه کلیسا در مناطق مختلف تدوین شده که این هم مناطق مختلفی بود که به شما عزیزان گفتیم اما میخوام برای شما رویدادهای مهم در اعمال رسولان رو تشریح بکنم رویدادهای بسیار بسیار مهمی توی اعمال رسولان وجود داره عزیزان کتاب اعمال رسولان رو وقتی که ما میخونیم شاید برامون شبیه به یک داستان باشه یک کتاب تاریخی باشه یا یک کتاب داستان باشه اما میخوام بهتون بگم یکی از پرمکاشفه ترین کتاب های کتاب مقدس همین کتاب اعمال رسولان هست پر است از مکاشفات عالی روحانی اگر عمیقتر در این کتاب فرو بریم و عمیقتر این کتاب رو مطالعه کنیم مکاشفات بسیار بسیار غنی از آسمان دریافت خواهیم کرد در همین کتاب اعمال رسولان اما رویدادهای مهم توی اعمال رسولان رو با هم بررسی کنیم شش تا رویداد مهم توی اعمال رسولان وجود داره که اولیش اولین رویداد روز پنتیکاست هستش در واقع لغا داره کتابش رو با مهمترین و اولین رویداد مهم در تاریخ مسیحیت آغاز میکنه که توی اعمال رسولان باب دو این رو میخونیم روز پنتیکاست که شاگردان جمع شده بودن در بالاخانه و با همدیگه دعا میکردن که زبانهای های آتش بر اونها اومد و اولین باری بود که شاگردان تعمید رول قدس گرفتن و شروع کردن به زبانهای تازه صحبت کردن یادم میاد یه روز جمع شده بودیم با دوستان و دعا میکردیم روح خداوند اومد همه ما رو لمس کرد و هممون به زبانها دعا میکردیم یاد کتاب اعمال رسولان افتاده بودم به این فکر میکردم اگر الان یکی از در بیاد تو و ما داریم به زبانها دعا میکنیم به ما میگن اینها مست شراب هستند یا دیوانه هستند همونطوری که به شاگردان میگفتن اما واقعا این رو میخوام بهتون بگم امروز هم همون اتفاق برای ماها میتونه بیفته امروز هم میتونه در زندگی های ما روز پنتیکاس باشه عزیزانی که تعمید رول قدوس ندارن یا عطای زبان ها رو دریافت نکردن امروز روز پنتیکاس برای شما میتونه باشه بیستید و دعا کنید در دعا از خدا بطلبید و این عطا عطیه بر شما خواهد اومد و راجع به عطای زبان ها صحبت کردیم در ترم های گذشته که چقدر میتونه به شما عزیزان کمک بکنه و چقدر مهمه و رو کتاب رومیان میگه روح با, با ناله های بیان ناشدنی برای ما شفاعت میکنه امروز روز پنتیکاس میتونه در زندگی شما عزیزان باشه خدا رو شکر اما رویداد مهم دیگه که, که توی کتاب اعمال ثبت شده شکایت بیوه ها هستش در کمال شگفتی ما میبینیم لغا داستان شکایت بیوه هایی رو تو کتابش میاره که قضا به صورت منصفانه بینشون تقسیم نمیشه خاطرتون از گفتیم روی خدمت عیسی مسیح به زنان کودکان و فقرا تاکید خاصی داره این هم میتونه یکی از اون موضوعات باشه که چیکار کردن اومدن هفت نفر عادل رو که یکیشون اگر اشتباه نکنم استیفان بود دستگذاری کردن توی اعمال رسولان باب 6 آیه 7 این رو میخونیم من میخوام براتون بیارم اعمال رسولان باب 6 انتخاب هفت نیکنام هستش که بله آیه 5 میگه استیفان مردی بود پر از روح القدس و هفت نفر دیگر رو شاگردان انتخاب کردن دستگذاری کردن برای این کار تا بتونن قضا رو به طور عادلانه بین این افراد تقسیم کنن اما چیزی که در این آیات برای ما مهمه اینه که وقتی که این افراد سر جای خودشون قرار گرفتن کلام خدا میگه شروع کرد به ترقی کردن میخوام براتون این آیه رو بخونم باب 6 آیه 7 میگه که آیه 6 و 7 رو براتون میخونم میگه ایشان را در حضور رسولان برپا داشتند و دعا کرده دست بر ایشان گذاشتند و کلام خدا ترقی نمود و عدد شاگردان در اورشلیم به قایت می افسود و گروهی عظیم از کهنه مطیع ایمان شدند خیلی جالبه عزیزان وقتی که افراد در سر جای خودشون قرار گرفتن کلام خدا شروع کرد به ترقی کردن امروز این در کلیسای امروز هم میتونه مستاق داشته باشه میتونه وجود داشته باشه عزیزان گای اوقات شاید وارد کلیساهایی میشیم نباید از حقیقتها فرار کرد باید حقیقتها رو دید شنید پذیرفت و در پی اصلاحش بر اومد حقایق منفی البته گاهی اوقات شاید وارد کلیسایی میشیم میبینیم تو اون کلیسا برکتی انگار برای ما نیست انگار هر چی توی این کلیسا میشینیم برکتی نمیگیریم خوراکی برای ما وجود نداره شاید یکی از دلایل مهم وجود چنین کلیساهای اینه که کی، چی، هر چی سر جای خودش نیست معلم اومده داره تد... کار تدارکات انجام میده کسی که باید کار تدارکات انجام بده اومده داره تعلیم میده کسی که باید شبان باشه نمیدونم داره نبوت میکنه کسی که باید نبوت بکنه داره کف کلیسا رو جارو میکنه و هیچ چیز سر جای خودش نیست کسانی که دارن خدمت شبانی انجام میدن کسانی که دارن کلیساها رو پایگذاری میکنن امروز سر سخن من با این عزیزان هست خیلی مهمه که تشخیص داشته باشیم تمیز بدیم که افراد خانگیشون چی هست و باید کجا در کلیسا قرار بگیرن اون موقع است که کلام خدا ترقی میکنه اون موقع است که بسیاری ایمان میارن میگه که کلی از کاهنا ایمان آوردن اون موقع است که مردم ایمان میارن اون موقع است که کلیسا کلیسای زندهی خواهد بود و پر از برکت خواهد بود اگر هر کس در سر جای خودش قرار بگیره عزیزان اعضای کلیسا هم همینطور خادمین همینطور باید دعا بکنن که خاندگیشون از طرف خدا چیه؟ من باید خداوند در بدن تو کجا باشم؟ فکر کنید الان چشمای من روی شکمم بود کلیه هم جای چشم هم بود گوش ها روی دست ها بود چه, چه اتفاقی میافتد؟ هر کس منو میدید فرار میکرد امروز ما بدن مسیح هستیم و هر کس باید در سر جای خودش قرار بگیره اون موقع کلیسا یک کلیسای زنده خواهد بود که افراد درش ایمان خواهد و خواهند آورد شفاها از اون کلیسا جاری خواهد شد و بسیاری اهل ایمان میشن این مسئله مسئله بسیار مهمیه که خواستم به شما عزیزان بگم خدا رو شکر اما رویداد مهم بعدی که توی اعمال رسولان اومده شهادت استیفان هست شهادت استیفان هم یکی دیگه از مهمترین رویدادها ها است در واقع شهادت استیفان و شرح این شهادت به وسیله لغا نشون میده که چطور مرگ استیفان و جفایی که روی کلیسا اومد جفا بر کلیسا آغاز شد جفایی که روی کلیسا اومد باعث شد که کلام خدا پرکنده بشه ایماندارها از اورشلیم رفتن به سامره از اونجا رفتن به انتاکیه که زادگاه لغا بود و از انتاکیه کلام خدا شروع کرد به پراکنده شدن ما این رو تو فصل هفت اعمال رسولان میخونیم فکرهای خدا با فکر ما متفاوت عزیزان گاهی اوقات مشکلات در زندگی های ما میاد برای پناهنده های عزیز از ایران پراکنده میشن گاهی اوقات فکر میکنیم واقعا شیطان ما رو زده فکر میکنیم شیطان ما رو پراکنده کرده اما های خدا با فکرهای ما کاملا متفاوته چنان که زمین از آسمان دوره فکرهای خدا هم با فکرهای ما تفاوت داره شاید فکر میکردن کاهنا فریسی ها یهودی ها فکر میکردن دیگه تموم شد مسیحیت به پایان رسید همه پراکنده شدن اما خدا از این پراکندگی استفاده کرد برای پخش شدن کلام مقدس امروز در زندگی های ما هم همینطوره خدا برای تک تک ما نقشه های عالی داره باید امین باشیم باید خوب غلامی بکنیم تا نقشه های خدا در زندگی ما عملی بشه و به اون پادشاهی برسیم خدا رو شکر اما مورد بعدی رویداد مهم بعدی که توی اعمال رسولان ثبت شده فیلیپوس در سامره هست داستان فیلیپوس در سامره و خاجه سرای حبشی که هممون این داستان رو خوندیم بار دیگه لغا داره یک داستان عجیب رو توی انجیلش میاره اما هدف لغا از آوردن این داستان شرح پراکندگی و پخش شدن کلام خداست که چطور کلام خدا به آفریقا رسید و اولین آفریقایی مسیحی که خاج سرای حبشی بود رو داره به ما معرفی میکنه اولین آفریقایی مسیحی خاج سرای حبشی که کلام خدا رو با خودش به آفریقا برد خدا رو شکر رویداد مهم بعدی ایمانآوری سولوس که شد پولوس تبدیل به پولوس شد ایمان آوردن سولوس داستان ایمان آوری پولوس در کتاب مقدس در اعمال رسولان گفتیم سه بار اومده سه بار چرا؟ گفتیم که لغا میخواست این پکیج کامل رو به آلی جناب توفیلوس بده تا آلی جناب توفیلوس بدونه که باید چه چی چیزی رو به دادگاه ارائه بده به این خاطر سه بار شهادت ایمان آوردن پولس رو در کتابش ذکر میکنه خدا رو شکر داستان عجیبیه داستان ایمان آوردن پولس رسول میخوام بهتون بگم عزیزان امروز هم پولسها ها بسیارن پولوس هایی که خدا روشون دست گذاشته ولی متاسفانه چیزی که کمه در کلیساها حنانیاها هستن که برای پولوس ها حرکت کنن به فرمان خدا گوش بدن و حرکت کنن و چیزی که در کلیساها کمه اشخاصی مثل برنابا هستن که یعنی تشویق کننده کسی که پولس رو تشویق کرد کسی که با اون کار کرد برنابا بود و کسی که برای اون حرکت کرد حنانی امروز میخوام بهتون بگم عزیزانی که در رأس کلیسا ها هستین افراد رو سرکوب نکنیم امروز در بین جوانان بسیار بسیار پولسها ها وجود دارند. اما گویا گاهی اوقات برای همه ما هست این مسئله غرور در کلیسا نمیگذاره اینکه من فقط میخوام بالا باشم نمیگذاره پولوس ها رشد کنن و بشکفند چون قلب ما قلب حنانیا نیست که اطاعت کنیم از فرمان خدا بریم برای کسی که به کلیسا جفا میرسونده قلب ما قلب برنابایی نیست که برامون مهم نباشه خودمون چه مقام و جایگاهی داریم بلکه تشویق کنیم افرادی مثل پولس رو تا تبدیل بشن حقیقتا قلب سختشون تبدیل بشه و شاگردان حقیقی بشن امروز در کلیساها پولس ها زیاد هستند باید تلاش کنیم خادمین عزیز تا بتونیم حنانیا باشیم و تا بتونیم برنابا باشیم و افراد رو تشویق کنیم چیزی که تو کلیسا ها زیاد توبیخه چیزی که کم تشویقه امروز باید مثل برنابا جوانان رو تشویق کرد افراد در کلیسا رو تشویق کرد خادمین رو تشویق کرد تا بلند بشن خدا رو شکر برای وجودتون و اما رویداد مهم بعدی که توی اعمال رسولان ذکر شده داستان پتروس در قیصریه هستش گسترش کلام خدا با یک مانع اساسی روبرو بود و اون مانع اساسی عدم همسفره شدن یهودی ها با غیر یهودی ها بود ما توی این قسمت از کلام خدا که پتروس در قیصریه هست اینو میخونیم که خدا با تعلیم دادن پتروس به پتروس چطوری این مانع رو برداشت من موعظه ای داشتم قبلا راجع به تغییر نگاه این مثال رو هم درش آورده بودم و راجع صحبت کردم اگر امروز ما مسیحی هستیم اگر امروز نجات رو داریم اگر امروز کلام خدا به ما رسیده این کلام فقط با یک تغییر نگاه و نگرش به ما رسیده خدا نگرش پولس رو عوض کرد نگاه پولس رو تغییر داد که مثل من نگاه کن فرقی بین یهودی و غیر یهودی نیست عین من نگاه کن نگاهت مثل من باشه و نگرشت مثل من باشه و چقدر مهمه که امروز ما نگرشمون رو در کلیساها عوض بکنیم به عنوان خادمین نگیم که این گناهکاره این زناکاره این این کارو کرده نه همه رو به یک چشم و با چشم خداوند نگاه کنیم همه رو برکت بدیم همه رو کمک بکنیم و نگرشمون رو نسبت به خیلی از مسائل در کلیسا عوض بکنیم که این تغییر نگاه برای ما بسیار بسیار حیاتی و مهمه در کلیسا خدا رو شکر اما مورد بعدی که میخوام بهتون بگم اینه که اعمال رسولان یک الگوی کلی اصلی و اساسی به ما میده از اون چیزی که اعضای کلیسای اولیه انجام دادند و از اون چیزی که اعضای کلیسای اولیه بودند این الگو امروز باید در کلیساهای ما بیاد ما امروز باید این الگو رو داشته باشیم این الگو بسیار بسیار مهمه که ما بتونیم از کلیساهای اولیه الگو برداری کنیم اما کاری که اعضای کلیسای اولیه کردند مشارکت گرمشون با همدیگه بود مشارکت صمیمیشون با همدیگه بود امروز باید فکر کنیم که چقدر مشارکت گرم و صمیمی در کلیساهای ما وجود داره خاطرم میاد یک بار در کلیسا راجع به مشارکت صحیح مسیحی موعظه کردم بسیار بسیار مهمه در جلسات آینده راجع صحبت خواهم کرد که مشارکت صحیح مسیحی چی هست مشارکتی که کلام مقدس ازش صحبت میکنه چی هست ما باید امروز این رو درک بکنیم عیسی مسیح به ما گفت هر وقت دو نفر یا بیشتر به نام من جمع بشن من اونجا حضور دارم و وقتی که حضور خداست آزادی است و قوت او جاریه اما امروز میخوام سوال کنم از عزیزان که امروز مشارکت های ما آیا قوت خدا رو جاری میکنه مشارکت های ما آیا امروز دلخوری ایجاد نمیکنه آیا غیبت ایجاد نمیکنه آیا چیزهایی که از خداوند نیست رو ایجاد نمیکنه اگر جوابمون بله هست باید بگم که متاسفانه اون مشارکت مشارکتی نیست که کلام خدا ازش صحبت میکنه میگم در جلسات آینده راجب مشارکت صحیح مسیحی مفصلتر صحبت خواهم کرد اما میخوام فکر کنید به این مسئله کتاب مقدس میگه از مشارکت ها قافل نشید بسیار بسیار مهمه که در مشارکت ها حضور داشته باشید از بسیار بسیار مهمه که از مشارکت ها قافل نشیم تمام تلاش شیطان برای زدن افراد در کلیسا این هستش یکی از مهمترین ترفندهای های شیطانه که افراد رو از جمع مشارکتی جدا کنه ابتدا از جمع مشارکتی جدا کنه به هر طریقی که شده با دلخوری ها با مسائل دیگه بتونه افراد رو از جمع کلیسا جدا کنه از مشارکت های کتاب مقدسی جدا کنه پس اون چیزی که انجام میدادن مشارکت های گرم و صمیمیشون با هم دیگه بود مورد بعدی محوریت تعلیم رسولان بود با هم مشارکت داشتن و محوریتشون تعالیم رسول ها بود نه چیزهای دیگه نه هر خوراکی را که از هر جایی دریافت میکردن که امروز بسیار بسیار بدعت های مختلفی وجود داره نمیخوام اسم ببرم همه ما میدونیم راجب برانهامیست ها میدونیم و به شاهدین یهوه میدونیم و خیلی بدعت دیگه مرمون ها تعالیم مختلفی امروز وارد کلیسا شده و شیطان داره از این ترفند استفاده میکنه اما محوریت تعالیم ما امروز کتاب مقدس و تعالیمی بوده که رسولان میدن چون در کلیسای اولیه هم همینطور بوده مورد بعدی اون چیزی که انجام میدادن اهمیت دعاها بوده چقدر چقدر کلیسای اولیه به دعا اهمیت میدادن مخصوصا به دعاهای دست جمعی امروز من احساس میکنم دعا کردن ها در کلیسا یک ذره کم رنگ شده انگار اهمیت دعا در کلیسا کم شده <تصفح> گویا راجب دعا صحبت خواهیم کرد در آینده اما همه ما چون از یک زمینه مذهبی اومدیم وقتی که کلمه دعا رو میشنویم یک بک در ذهنمون میخوره که دعا هم یک چیزیه که حالا ما باید بردیه که باید تکرار کنیم اما عزیزان اینطور نیست اصلا راجب دعا در ترم یک بسیار صحبت شد توسط استاد عزیزمون استاد ریچارد هیز بسیار مهمه که دعا رو درک بکنیم در اون رابطه عمیق با خدا باشیم دعا یک چیزی نیست که میگیم دعا بخونیم نه باید دعا بکنیم یعنی باید وارد یک رابطه عمیق با خداوند بشیم پولس رسول میگه میگه از پیوسته دعا کنید پیوست مفهوم این نیست که از پیوست دعا کردن منظور این نیست که مکررن یک چیزی رو تکرار بکنیم به ایسای مسیح میگه به جهت زیادگویی فکر نکنید چیزی نصیبتون میشه مفهوم از پیوست دعا کردن اینه که همواره با خدا راه رفتن کتاب مقدس میگه خنوخ با خدا راه میرفت و به آسمان رو بوده شد امروز چقدر داریم با خدا راه میریم این هستش اهمیت دعا دعا یعنی در رابطه با خدا بودن و با خدا راه رفتن در مشارکت دو طرفه بودن با خداوند امروز دعا نگذارید در زندگی های روحانیتون کم رنگ بشه من بزرگترین خرابکاری های زندگی روحانیم بود که زمانی بود که از دعا و ارتباط با خدا فاصله میگیرم یک زندگی سالم مسیحی زندگییه که با دعا آمیخته شده گره کور خورده من مفهوم دعا رو بهتون گفتم نه اینکه زیاد دعا کردن و تکرار بیهوده کردن یعنی اینکه پیوسته با خدا در ارتباط بودن و با او راه رفتن امروز اهمیت دعا رو باید درک کنیم عزیزان در زندگی های روحانیمون در کلیساها دعا میتونه تاریخ رو عوض بکنه اونطوری که در کلیسای اولیه میبینیم تمام اتفاقات مهم در کلیسای اولیه زمانی میافتاد که شاگردا به یک دل با همدیگه دعا میکردن وقتی که پتروس از زندان بیرون اومد اتفاق زمانی افتاد که شاگردا به یک دل با همدیگه دعا میکردن خود روز پنتیکاس رول زمانی بر شاگردان اومد که به یک دل با هم جمع شده بودند و دعا میکردند. پس دعا اهمیت بسیار بسیار بالایی داره در کلیسا. خدا رو مورد بعدی بشارت دادن خودجوششون بود <clears throat> کاری که کلیسای اولیه انجام میداد خودجوش بشارت میدادن پولس میگه وای بر من اگر بشارت ندم وای بر من اگر این پیغام نجات رو <clears throat> به افرادی که نیاز دارن نرسونم امروز وظیفه هر ایمانداری هست که راجب به عیسی مسیح صحبت بکنه و کلام اون رو برسونه و مورد بعدی اعلان بیواهمه وا... بی انجیل بود بدون هیچ ترسی کلام خدا رو اعلام میکردن و امروز ما کلام رو از اونها دریافت کردیم خدا رو شکر اما عزیزان اون چیزی که کلیسای اولیه بودند آن چیزی که بودند پر از شادمانی بودند حتی در زندان حتی در بند <applause> شادی یک چیز درونی بود یک چیز درونی هست شادمانی از روح القدس در ما میجوشه و بیرون میاد ما گاهی تلاش میکنیم با عوامل بیرونی شادی رو دریافت کنیم این شادی عزیزان شادی کاذب هست تلاش میکنیم با عوامل بیرونی شاد زندگی کنیم و میخوایم گویا شادی رو از بیرون کسب کنیم این شادی شادی کاذب پس شادی نیست که از رول قدوس هست شادی که از رول قدوس میاد درونی و خودجوشه در ما میجوشه و بیرون میاد حتی در سختی ها شاد هستیم احساس عمیق شادمانی درونی میکنیم این شادی هست که از رول قدوس هست حتی در سختی ها احساس شادمانی میکنیم چون میدونیم که خدای ما امانوئیل هست یعنی خدا با ماست حتی در سختی ها حتی در رنج ها و ضعف های ما حتی در مشکلات ما خدا با ما هست باید این رو ایمان داشته باشیم عزیزان باید ایمان داشته باشیم من امروز در فیسبوک هم چیزی رو پست کردم جمله ای که خدا در قلبم گذاشته بود اینکه شاید حکمت خدا در این لحظه برای ما بسیار دردآور و رنجاور باشه اما وقتی که زمان میگذره میفهمیم همون حکمت برای ما چقدر شیرین و دلپسند و دلپذیر بوده از طرف خدا چون خدای ما ابتدا رو از انتها میدونه آمین و چیز دیگه ای که در شاگردان بود این بود که در کلیسای اولیه بود که امیدوار و بسیار شجاع و دل... دلیر بودند <تصفح> چیزی که امروز باید در تک به تک ما ایماندارها باشه همواره با امید پیش بریم چون خدای ما خدای وعده دهنده امین هست من امروز اینو اعلام میکنم در زندگی های تک تکتون اگر ناامید شدید عزیزان اعلام میکنم خدای ما وعد دهنده امینه و امیدوار باشید و امیدوار باشید چون خدای ما زنده است خدا رو شکر برای وجودتون بسیار مسائل زیادی توی اعمال رسولان هست راجع به یک دلی بشارت دعا و مسائل دیگه که دیگه در حوصله کلاس نمی گنجه. و جلسه ما همینجا به پایان میرسه امیدواریم باعث بنای شما باشه تا جلسه بعد خدا نگهدار شما